دقیقاً چه زمانی نیاز به گرفتن توصیه نامه دارید و از چه کسانی باید این توصیه نامه رو تهیه بکنید؟ سلام به شما، تهیه‌کننده هستم از اسکورایز و امیدوارم که پایدار و پر انرژی باشید. در این قسمت از اپلای تیوی مخصوص ریکام لترها قراره که با هم دیگه صحبت بکنید. عموماً ریکام لترها یا توصیه نامه ها رو زمانی نیاز دارید که دانشگاهی که میخواین اپلای بکنید مشخص شده، در سایت دانشگاه هستید و میخواین اپلیکیشن فرم ها رو پر بکنید. یعنی دارید مدارکتون رو آپلود میکنید برای دانشگاه و موقع پر کردن اپلیکیشن فرمتون یک فیلد خالی در سایت دانشگاه وجود داره که نوشته ایمیل کسانی که قرار توصیه نامه بهتون بدن رو وارد بکنید. بعد از وارد کردن ایمیل و وقتی که سابمیت کردید تمام مدارک دیگه‌تون رو مثل سی وی و مدارک زبان و اینها، یک ایمیل از طرف سایت دانشگاهی که دارید برایش اپلای میکنید برای اون ایمیل هایی که نوشتید ارسال میشن تا متن توصیه نامه شما رو ارسال کنن. به صورت کلی شما نیاز به 2 توصیه نامه دارید، یعنی حداقل 2 نفر رو باید داشته باشید که متن توصیه نامه برای شما بنویسن. خب حالا اصلا خود توصیه نامه از چه چیزی تشکیل شده؟ توصیه نامه یک متن بسیار کوتاهی هست، شاید حدود نیم صفحه یا نهایتاً یک صفحه، که یک نفر راجع به شما میاد خصوصیات خوبتون رو توضیح میده. یعنی همون توصیه کردن هست که میگه برای مثال کسی که داره اینجا اپلای میکنه و شما هستید، خیلی مستعدید، بالیاقت هستید و شایستگی های لازم رو دارید. 4 قانون کلی هست که براتون آوردم و در نگارش توصیه نامه هاتون حتما رعایت بکنید. مورد اول این که سعی بکنید کسی که داره متن رو براتون نگارش میکنه حتما شما رو معرفی بکنه، یعنی بگه که ایشون دانشجوی فلان هستن، در اینجا درس خوندن و نکات بارز شما رو معرفی بکنه. و مورد دوم هم همونطور که براتون نوشتم این هست که هایلایت های شما رو معرفی بکنن. اگر نقاط قوت دارید اینجا هست که در متن توصیه نامه باید حتما بهش اشاره میشه. برای مثال اگر که نمره بالایی آوردید، اگر که خصوصیات اخلاقی خوبی دارید و هر مورد دیگه ای مثل این، جا داره که در توصیه نامه شما ذکر بشه. همینجا یک نکته ای رو خدمتتون بگم. متن توصیه نامه رو چیزی که مرسوم هست خود استاد باید راجع به شما بنویسه. اما در ایران بچه‌ها خودشون یک متن رو آماده می‌کنن یا میدن کسی یک متن حرفه‌ای براشون بنویسه راجع به تعریف خودشون و این متن رو میدن به استاد تا استاد این متن رو سابمیت بکنه. پس چی شد؟ شما خودتون هم میتونید متن رو آماده بکنید اگر که با استاد هماهنگ بکنید و ازشون درخواست بکنید و استاد اون متنی که شما آماده کردید رو برای قسمت توصیه نامه اپلیکیشن فرم شما سابمیت می‌کنه. مورد سومی که رعایت بکنید که هرگز دروغ نگید، صداقت داشته باشید، چون ممکنه که بعدها از شما بخوان مواردی که در این توصیه نامه بوده رو براش دلیل و مدرک بیارید و اثبات بکنید. و مورد آخر همین هست که اگر متن توصیه نامه رو میخواین خودتون آماده بکنید یا حتی استادتون داره مینویسن، به هیچ عنوان متن نباید کپی باشه و متن منحصر به فرد راجع به شما باید باشه. اما یک سری نکاتی که در رابطه با توصیه نامه حتما نیاز هست که بدونید. مورد اول این هست که چه کسی توصیه نامه رو برای شما باید بنویسه. اساساً هر کسی میتونه یک متن توصیه نامه راجع به شما بنویسه. حتی اسقر آقا مکانیکی که مثلا سر کوچه‌تون هست هم میتونه توصیه نامه رو براتون بنویسه. اما دقت داشته باشید، بهترین شخصی که میتونه مناسب باشه برای این کار استاد راهنمای شما هست، استادی که باهاش پروژه داشتید و حتی اساتیدی که باهاشون کورس‌هایی رو گذروندی که نمرات بالا درش کسب کردی. خیلی از بچه‌ها هم در دام این گرفتار میشن که دنبال اساتیدی می‌گردن که خیلی خفنن، پابلیکیشن‌های خیلی خوبی دارن، ولی متن خوبی رو این اساتید به دلیل مشغله زیاد نمیتونن راجع به شما نگارش بکنن. البته اگر که بتونید هم استاد خوبی پیدا بکنید که واقعاً پابلیکیشن‌های خوبی داشته باشه و مشهور باشه و هم متن خوبی برای شما بنویسه، خب قاعدتاً ارجحیت داره. و چیزی که ما به تجربه دیدیم، اساتیدی که خیلی رنگ بالایی دارن و دارای سطح علمی بالایی هستن غالبا سرشون شلوغه و خیلی وقت این کار رو ندارن. بنابراین سراغ استادهای جوان هم میتونید برید. شاید بتونم بگم که متن توصیه نامه از اینکه چه کسی داره اون متن رو مینویسه خیلی بیشتر براتون مهم و تاثیرگذار باشه. نکته دیگه این هست که متنتون حتما فرمال باشه و به صورت رسمی نگارش بکنید، اما نحوه بیان مطالب به صورت گرم و دوستانه و فرندلی باشه.
مورد بعدی این هست که غلط گرامر نداشته باشید. خیلی بد هست اگر که داخل توصیه نامتون، اگر که متنش رو خودتون نگارش کردید و به استاد داری میدید سابمیت بکنه، غلط های گرامری و نگارش انگلیسی داشته باشه و شاید خیلی جالب نباشه براتون. و نکته آخر همین هست که اگر میتونید اثباتی رو ارائه بدید داخل متن توصیه نامه خیلی خوب هست. جا داره که حالا با هم بریم و یک نمونه متن ریکام رو با هم ملاحظه کنیم. خب ابتداش رو میتونیم با هر جمله دیگه شروع بکنیم، ولی چیزی که خیلی مرسومه و بچه‌ها می‌نویسن هست to whom it may concern. پاراگراف اول میتونید یک اینتروداکشن بنویسید که اصلا استاد چجوری شما رو میشناسه. میتونید طوری شروع بشه که من مثلا اولین بار این دانشجو رو سر کلاس فیزیک یک دیدم، خیلی دانشجو پرشوری بود، از من سوال میپرسید و از این جور نبود. حالا ما اینجا اینطوری نوشتیم: It is a pleasure to write a letter of recommendation for my students محمد رضا طیران. حالا جایی میتونی اسم خودتون رو بنویسید. With regard to his application for his graduate degree in management. خب برای رشته‌ای که دارین اپلای میکنین جایی management هم میتونید اینجا خودتون بنویسید. البته این متن رو آوردم که ازش الهام و ایده بگیرید و به هیچ عنوان سعی کنید کپی نکنید. پاراگراف دوم این بیشتر راجع به ویژگی های شخصیتی توضیح میدیم، ویژگی های مهم اون فرد که خودمون هستیم، و همطور که گفتم نقاط قوت رو باید بولد کن. محمد رضا طیران is one of the most remarkable people I've had the honor to know personally and professionally. He's very disciplined and focused at his work. خب اینجا به یک نکته خیلی مثبت اشاره کردیم، گفتیم که خیلی متمرکز سر کارش حاضر میشد. I had the privilege of working with him in one of the studies he completed for his undergraduate thesis. خب اینجا اشاره کرد به یکی از کارهایی که در دوران کارشناسی مثلا من انجام داده بودم و خیلی کار خوب و بزرگی بوده. His ability to work efficiently even under very stressful conditions is one of the things that I admire about him. خب اینجا راجع به یک ویژگی شخصیتی صحبت کردیم، گفتیم که تحت استرس هم میتونه خیلی خوب هندل بکنه و مدیریت بکنه. ببینید چقدر قشنگ داره توضیح میده این متن. بریم سراغ پاراگراف بعدی. Aside from his dedication to his work, he is also very kind and warm toward other people. I strongly believe that he would be an invaluable addition to your graduate program. گفتیم حالا غیر از این سوابق آکادمیک داره این اپلیکنت، خیلی آدم مهربونی هست، ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی خوبی داره و این موارد هم میتونه داخل متن توصیه نامه شما بیاد. آخرش هم با یک sincerely یا kind regard یا warm wishes میتونید تموم بکنید، خیلی مهم نیست. و سعی بکنید مثل این متن که حالا دستتون اومده باشه یک متن رو آماده بکنید، با استادتون هماهنگ کرده باشید و درست قبل از ددلاین ها زمانی که دارین اپلای میکنید متن توصیه نامتون آماده باشه. شما رو به خود بزرگ میسپارم، امیدوارم که مطالب کمکتون کرده باشه و خدا نگهدار.